آموزش. صدای آبادی، سلام شنونده های عزیز، شما را دعوت می کنم به شنیدن یکی دیگه از برنامه های این هفته صدای آبادی که در مورد احترام متقابل برای خانواده خسران اختصاص یافته است. اگر عروس و یا داماد به خانواده خسران یکدیگر احترام نکنند، این عمل آنها سبب چه مشکلات می شود؟ فامیل ازدواج کردیم که رفتار خوب ندارن، همراه ما مثل یک بیگانه رفتار میکنن، به حقارت برم نگاه میکنن. یزنی ما چند بار به احترامی پدر ما کردن و این به احترامی سبب ای شد که روابط ما با آنها خراب شد. چرا عده ای از عروس ها و داماد ها به خانواده خسران یکدیگر احترام نمی کنن؟ اگر احترام متقابل به خانواده خسران یکدیگر داشته باشن چی فایده دارد؟ پس تا آخر برنامه شنونده باشید. در افغانستان اکثر خانواده ها یک جا زندگی می کنن. اکثریت خانواده ها بیشتر از 3-4 فرزند دختر و پسر دارن. بعد از اینکه برای پسرشان عروسی می کنن، یک شخص دیگه با عنوان عروس در جمع فامیلشان اضافه می شود. عروس که تازه در خانواده خسران پا گذاشته، همه اعضای خانواده خسران برایشان ناشنا می باشد و از سوی دیگه عروس مکلف است که احترام و شفقت را برای بزرگان و کوچکترها در خانواده خسران رعایت کند. اگر چنین عمل کند، به این گونه زندگی روزمره در بین خانواده ها به خوبی پیش می رود. حال سوال اینجاست که اگر داماد و عروس احترام متقابل به خانواده یکدیگر نداشته باشند، سبب چی مشکلات می شود؟ نام ما سیده است و ما فامیل ازدواج کردیم که رفتار خوب ندارن، همراه ما مثل یک بیگانه رفتار میکنن، به حقارت برم نگاه میکنن. اسم منصور است. یزنی ما چند بار به احترامی پدر ما کردن و این به احترامی سبب ای شد که روابط ما با آنها خراب شود و همشهره ما هم چنان آنجا به سبب این رنج ببرد. ما 27 ساله بیوه شدیم، 3 عروس در خارج است، 2 تایش اینجا است. عروس پیرکی مره میگه خو مره لات کرد چند میگه برگم شو با ما طلا بخر، با ما زیورات بخر، صحیح زندگی نداری، با ما خانه بخر. خراب شدن روابط بین دو خانواده، خشونت های خانوادگی و افسردگی مزمن از مشکلاتی بودند که تعداد با آن دوچار بودند. سید بدرالدین نصرت، استاد روانشناسی پانزه تعلیم و تربیه میگه عروس و یا داماد که احترام متقابل به خسران یکدیگر نداشته باشند، فضای صمیمیت خانواده از هم می پاشد. اعتمادی که در خانواده وجود داره ای را از بین می دوم روابط بین خسر و خشوع، یعنی در مجموع بین تمام اعضای خانواده خراب میشه. میتونه فشارهای زندگی به مرور زمان افزایش پیدا کنه و مشکلات خواب پیدا میشه، مشکلات سردرد پیدا میشه. روی وضعیت روانی کودک هم تاثیر میمانه، بر از اونها هم مشکلات عاطفی مثل اضطراب، افسردگی، احساس ناامیدی در خانواده به وجود میاره. در واقع کودک ها خودشان یاد میگیرن سبک زندگی ناسالم در واقع یاد میگیرن، معنی که پدر مادر ما کل مشکلات با جنگ حل میکرد، آلمان با جنگ حل میکنم. خراب شدن فضای صمیمی بین دو خانواده، از بین رفتن احترام بین اعضای خانواده ها و تاثیرات بالای اطفال مشکلاتی هستند که عنوان شد. حال می پردازیم به ای که چرا عده ای از دامادها و عروسها به خانواده خسران یکدیگر احترام نمی کنند. بشراستم یوسف زید. خانواده دختر بسیار مصرف گزاف سرش مندازن، اقدام گیر میشن، اما اقدار از دختر میگیرن باز. تو را سرما فروخت. همی داماد که احترام نمیکنم، مشکل شیست که خسر خشو مصرف گزاف گرفته. بعضی از فامیلایی که مثلا یک جا هستن مستقل نیستن، امی باعث ازی میشه که در بعضی کارها یک عروس اجازه نمیتن که مثلا این کار انجام بده. زمانی که یک عروس خانه مادر خود میخواد که بره بر یک چند روز واره، اما او را اجازه نمیتن، صلاحیت به دست خودش نمیباشه، باعث ازی میشه که احترام متقابل از بین میرود. نایم صدیقی هستم. بزرگترین علتایی که در خانواده ها احترام نیست، تربیت سالم در خانواده ها موجود نیست. مریم صادق هستم. احترام متقابل بین فامیلا که به وجود نمی آید، دم و عرف و رسم رواجایی هستن، سنو دختر نیست، هیچ وقت سنو دختر شده نمی تانه.
رسم و رواج‌های ناپسند، بیگانه پنداشتن عروس، خواستن مصارف گزاف در عروسی و بعض علتهای دیگر از سوی مردم عنوان شدند. در این باره استاد نصرت با تایید عرفای مردم، بی‌سوادی، نپذیرفتن تفاوت‌های فردی و توقعات بیجا را نیز عنوان نمود. یکی از او علت‌ها بی‌سوادی باشه. در کنار از او ما رواج‌ها و فرهنگ‌های متأسفانه کم مشکل دار داریم. نبودن فضای احترام متقابل منجر به این میشه که خانواده خشونت به وجود بیاید و این کودک‌ها به مرور زمان خودشان یاد میگیرن که در برخورد با مسائل از یک شیوه ناسالم استفاده کنند. پرخاشگری با جنگ، مصارف گزاف عروسی باعث میشه که اعضای خانواده خسر با او دختر برخورد خوب نداشته باشند. شنونده های عزیز، شما برنامه صدای آبادی را مشنوید. اگر در مورد برنامه های مؤسسه تعلیمی افغانستان نظر و یا پیشنهاد دارید، می توانید از طریق شماره تلفن 020-240-5101 به طور مستقیم با ما شریک سازید. شنیدیم که رسم و رواج های ناپسند، بیگانه پنداشتن عروس در خانواده، خواستن مصارف گزاف در عروسی سبب شده بود که عروس و یا داماد احترام متقابل به خسران یکدیگر نداشته باشند. حال می خواهیم بدانیم که اگر احترام متقابل به خانواده خسران یکدیگر داشته باشند چی فایده دارد؟ نخست تجربه شخص را میشنویم که با خسران خود چگونه رفتار دارد و چی فایده کرده است. بعد به عرفای خانم گوش می دهیم که با همکار ما مصطفی نصرت صحبت نموده است. حیات الله عثمانی هستم. در کنار از اینکه اونا رو من به حیث خانواده خسر خود فکر میکنم، اونا رو اعضای خانواده خود فکر میکنم. از اوقات که خانه از وام میرم، مرا به حد نوازش میکنن و اگر با می ترتیب اونا به خانه ما میان، اونا از طرف خانواده ما، از طرف خودم بسیار زد استقبال میشن، خیلی اکرام میشن. دیگه اونا هم مرا به حیث اولاد خود فکر میکنن و من اونا رو به حیث خانواده خود فکر میکنم. خود معرفی بکنین، باز برام بگین که عروسی کردین، نکردین، چی وقت میشه عروسی کردین؟ تو با زاهد هستم. تو با جان برام بگین که شما که خانه خسرو رفتین، چه قسم تعامل با اونا میکنین؟ زمانی که من عروسی کردم، من فارغ 12 بودم. وقتی که من خانه خسرو اومدم، اونا قسم بر من محبت دادن و من قسم بر از اونا احترام متقابل کردم که اونا احساس کردن که من دختر از اونا هستم و من اونا رو مثل پدر و مادر خود فکر کردم. احترام کردم بر من اونا احترام پس دادن و شوهر خودم قسم روابط داره با پدر مادر خودم که او رو مثل پدر مادر خود احساس میکنم، اونم قسم احترام داره. شما احترام متقابل از خسرو خوشید میکنی و همچنان شوهرت احترام میشه از طرف خسرو خوشید، فایده یک کارا چی؟ اول خب رضای پروردگار است و فایده دومشی است که نمی خشونت ها کم میشه. وقتی که احترام باشه خشونت از بین میره. شما چی خوبی ها و دست آوردین از احترام متقابل؟ شوهرم اعتماد دارم. اگر مثلا من بیرون برایم یا کسی را زیر دستم آموزش بدم، او بالای من اعتماد داره، چرا که من اونم قدر احترام کردیم، او سر من اعتماد پیدا کرده. اگر ما در روابط خانوادگی اونمو محدودیت که هست یا امو چیزی که لازم است او را ما در نظر گرفتیم، اونمو باعث شده که هیچ خشونت واقعی نشده. اونمو احتراما باعث شده اونمو خشونت ها از بین بره، هیچ خشونت واقعی نشده بر من. تو چرا اینجا رفتی یا اونجا رفتی؟ احترام متقابل نشه چی چیزا با بار میر بود؟ اول خود عروس خود بیگانه احساس میکنه، حتی احساس میکنه که من یک عضو از خانواده نیستم. امو شوهر ظلم ستم زیادتر میشه. مثلا اگر او یکی گفت تو دوتا گفتی، او میگه تو چرا تا کار کردی، بگید بزنش خلاص، خود اگر او خود زندگی نشد. شنیدیم تعدادی که به خسران یکدیگر احترام نمودن وجدانشان راحت بوده و از سوی دیگر احترام متقابل به خسران یکدیگر سبب خوشی هر دو خانواده شده بود. حال میخواییم بدانیم که رای حل چیست و احترام متقابل از نظر روانشناسی چی فایده دارد؟ در این باره همکار ما از آقای نصرت پرسیده که با هم یک جا میشنویم. راهای حل احترام متقابل چیست؟ یعنی چگونه در یک خانواده احترام متقابل میان اعضای فامیل به خصوص خسر و خوشی و داماد به وجود میه؟ درک و همدلی اعضای خانواده منجر به این میشه که احترام متقابل زیاد شود، چون متوجه میشه که او آدم با من همدرد و هم احساس است و در این زمان تعیین مرزها
خوشو خوشوست، عروس عروس است، داماد داماد است. یعنی هر یک از اینا را در جایگاه خودش احترام کردن در واقع میتونه فضای احترام متقابل را تقویت کنه و توجه و قدردانی است. مثلا عروس یک کار خوب میکنه، توسط خسر و خوشو و شوهر مورد تقدیر و تحسین قرار بگیره و به صورت متقابل وقتی که اونا یک خوبی یک نیکی را میکنه، از طرف عروس نمود تحسین و تقدیر صورت بگیره، بدیش نه بعد در جایهای دیگه مطرح شود. پذیرش تفاوت‌های فردی است، قبول کردن یک آدم با او تفاوت‌ها یا ویژگی‌هایی که داره. چرا؟ هیچ انسان کامل نیست، هر کس یک لغزش و اشتباه و خطا داره. اگر اعضای خانواده از بعضی مشکلات کوچک چشم پوشی کنه، این بسیار مهم است که شخص را یا خانواده را انتخاب کنه که از لحاظ وضعیت اقتصادی، از لحاظ وضعیت فرهنگی، حتی زبان، مذهب، از کل جهت‌ها باید اگر همسانی داشته باشه، احترام متقابل خانواده بسیار زیاد کمک می‌کنه. فواید این احترام متقابل از نگاه روانشناسی چیست؟ احترام متقابل بهترین وقایه است بر حل مشکلات خانوادگی. خانواده را از خشونت دور میکنه، فضای خانواده را دوستانه میکنه، سلامت روانی خانواده بهبود پیدا میکنه، حتی انمی وضعیت خوب روحی خانواده منجر به سلامتی جسمی خانواده میشه، ارتباطات بین اعضای خانواده بهبود پیدا کنه. دین مبارک اسلام دینی است که تمام ابعاد زندگی را تنظیم می کند. ای که داماد و عروس برای خسران یکدیگر احترام متقابل داشته باشند، دین مبین اسلام چی حکم کرده است؟ از دکتر محمد اکبر زاهد عالم دین مشنویم. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید لا تحاسدو، شما بین خود حسد نکنین، ولا تباغزو، و شما بغض نکنین، عداوت نکنین، و بعد می فرماید شما بینتان همانند برادر زندگی کنین. و رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید که به حسب امرئ مسلم من الشر احقر اخاه المسلم، کافیست برای یک مسلمان همه قدر شر که برادر مسلمان خود را حقیر بشماره. این احادیث نصوص هرچند تأکید بر عموما محبت و دوستی بین مسلمانان داره و ای که یک مسلمان مسلمان دیگر را نه تحقیر کنه، نه بغض کنه، حسادت داشته باشه، و بلکه در قدم نخست بالای احترام متقابل و بالای تقویت محبت بین اعضای یک خانواده نیز تأکید داره. قسمی که شنیدیم، نبود احترام متقابل داماد و عروس به خسران یکدیگر سبب مشکلات چون خراب شدن روابط بین دو خانواده، افسردگی مزمن، به میان آمدن خشونت‌های خانوادگی شده بود. علت آن را مردم توقع بیجا و بیش از حد، بی‌سوادی، رسم و رواج‌های ناپسند، مصارف گزاف در عروسی عنوان نمودند. اما تعداد خانواده‌ها سعی و تلاش کردند که احترام متقابل را برای خسران یکدیگر در نظر بگیرند. تعداد عروس‌ها و دامادها خسر و خشوع را مانند پدر و مادر خود فکر کرده و با آنها احترام داشتند. یکی از ارشادات دین مبین اسلام هم همین است که بزرگان بالای کوچکترها شفقت کنند و کوچکترها برای بزرگان احترام داشته باشند تا سبب رضایت الله متعال و خوشی خانواده ها گردد. شنونده های عزیز، برنامه ای را که شنیدید همکار ما مصطفی نصرت در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و تهیه کرده بود. اگر می خواهید این برنامه و سایر برنامه های تعلیمی ما را هم بخوانید و هم بشنوید، صفحه اینترنتی ماست تجلان.af.